دوست من سلام، اگر از حال من جویا شوی خوبم خوب، ولی تو باور نکن. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم از خودم می پرسم اینجا چه می کنم. 2 هفته پیش شیکاگو بودم، بعد به پاریس رفتم که 3 روزه برگردم و حالا سر از مکه در آوردم. می خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم. زیارت چطور؟ مشکلی که نداشتی؟ نه. از این بعد باید بیشتر با هم ارتباط داشته باشیم، به خاطر درستی اعمال. من به نیابت اومدم، میدونی؟ میدونم. به خاطر همینم میگم بیشتر از همه باید در درستی اعمال دقت کنی، چون تو از طرف کسی اومدی که اون تو رو امین خودش دونسته. وفای به عهد. ورد زبان من این روزها کلام مولاناست. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. روزهاست که در میان مردم میچرخم و مثل قطره ای در میان دریا احساس حقارت و ناچیزی میکنم. باید خودم را پیدا کنم. باید آنچه را بر من و دوستم علا در طول این سالیان رفته بنویسم. فصل 7 کتاب پروانگی. برای پیدا کردن خودی که گم کرده ام باید قلم در دست بگیرم. به یاری خدایی که گفت نون و القلم و ما یسترون. بسم الله الرحمن الرحیم. اواسط اکتبر بود که به دعوت اهلا به پاریس رفتم. آخرین دیدار ما 15 سال پیش بود. برای یه مجله ادبی باهاش مصاحبه کردم. چند ساعتی که با هم گذروندیم به تعریف خاطره گذشت. جوونی از دست رفتمون، خونواده، ایران، تهران، خیابوناش، کافه‌هاش، کافه نادری، آدماش. خیلی وقت بود که ایرانو ترک کرده بودیم. اون یه نویسنده نسبتاً موفق بود، من یه خبرنگار آواره. تو اون ملاقات هر دومون سعی کردیم حرف یه نفر رو پیش نکشیم. وقت خداحافظی که رسید من نتونستم مقاومت کنم. پرسیدم از پروانه چه خبر؟ گفت اعدام شده. اعدام. اسی
الو 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 کجایی پیر پسر؟ الو pour l'assurance monsieur yes allo my friend do you know him Behravan madame va voir il y a un inconnu là-bas je sais pas ce qu'il veut bonjour je peux vous aider english oh can I help you I'm looking for my friend, Ala. He lives here. I'm sorry. Ala. Ala was dead a few days ago. نویسنده بزرگ ایرانی که خوندن کتاباشون دریچه ورود من و علا به دنیای ادبیات بود. نیرنگستان، سه قطره خون. زنده بگو. گهواره آشفته حالان بیدار بخت فصل گستاخی چوب به دستای ورزیل وای بر مغلوب وای بر مغلوب Yeah, I did. How's your friend? Is he okay? I was late. Way too late. I'm sorry. Can
Can I do anything? No, no. I may come back tomorrow. Or the day after. I don't know. I understand. I print the news in tomorrow's paper. We might be able to print an article about your friend and other writers who are buried in Paris. That's a good idea. The Eastern intellectual die at the Western land. What do you mean? For the title. See if you can find his complete biography, his last handwritings, his awards, or his interviews. The more up-to-date we are, the better. Hello? Beirut? Can you hear me? Hello? Roshan Fikran Sharq. در غرب میمیرند. Good evening. Good night. Where is Allah's personal belongings? I want to know. وقتی علی بهم گفت که پروانه مرده، انگار اون رشته نامرئی که تمام این سالها ما رو به هم مربوط میکرد پاره شد. هر دوی ما احساس کردیم که یه چیزی توی رابطه ما عوض شد، یه چیزی شکست، تمام شد. رابطه من و علا از اون روز به بعد رو به سردی گذاشت. بین دیدارا و تلفنامون فاصله افتاد. با این حال قطع نشد. ما هنوزم رفیق بودیم و دورا دور کارهای همدیگر رو دنبال میکردیم. وقتی وسایل شخصی علا را از آنی تحویل گرفتم، یه رمان نیمه تموم بین اونا بود. پروانگی تو 6 فصل با یه مقدمه عجیب. در اوستا آمده است. آندم که در هستی نه از بودن خبری بود و نه از نبود. تاریکی بود و تشویش جهان. تاریکی بود و تشویش جهان. قصه علا آشنا بود. قهرماناشو میشناختم. داستان دو پسر و یه دختر با گرایشات چپی، درست زمان آشوبا و اعتراضهای دانشجویی می 1968 پاریس. من و علا و پروانه با 3 تا اسم مستعار، آنتوان، لویی و جولیت. جولیت، پروانه. پس علا هم تو خلوتش به پروانه فکر میکرد. پس اون رشته نامرئی وجود داشت. شاید برای همین منو دعوت کرده بود. شاید میخواست داستانشو بخونم. حدس میزدم یه جور اعتراف نامه باشه، مثل تمام آدمایی که میخوان قبل از مرگشون حلالیت بگیرن منو خواسته که ازم تقاضای بخشش کنه، یا اینکه دلیل کارایی که اون موقع کرده رو بهم توضیح بده. نمیدونم. ولی از اینکه با خوندن این رمان پروانه روی صفحات کاغذ جون میگرفت و به حرف در میومد خوشحال بودم. حال خوبی به هم دست میداد. منو برمیگردون به سالهای جوانی. زندگی. آره، زندگی. Hi بهروز، are you okay? You weren't asleep, dear, were you? No, I'm sitting in a restaurant. I'm really sorry, بهروز. I wish I could be there with you. I published your friend Ala Baravan's passing away news in today's paper. And I also told Ted that you stayed in Paris to bring us the last handwritings from his last book. Could you find anything about it? Yes, yes. Okay. Are you still on board with the title, Beirut? Remember? The Eastern intellectual die at the Western land. Good idea. You know, I think it's a good idea if you go to Sorbonne University. I was reading on a site that Ala was teaching there for a while. See if you can find out anything from his friends or colleagues about the article. Are you listening, Beirut? Honey? Beirut? روشن فکران شرق در غرب میمیرند. دکتر بیروان،
impossible to forget him. He was teaching here several years ago. They told you the facts. I was the closest person to him. Perhaps of communalities. Of course, only in teaching Orient literature and Greek mythologies. Perhaps we have no commonalities since Allah was a religious person, believed person. He always told, he was talking every time about God, resurrection, a world beyond your imagination, and a world where we want to go to a sphere. Are you sure Allah told you this? Two different views. This is the university buzz. It was been cited in Greek mythology. God creates everything. He creates mountains, jungle, sea, all animal. He wanted to create human being, but there are no soul, no mud remains. God took a part of soil of each single animal for create human being. Perhaps it was for this reason human being has in white different character from animal. Similar, but different from each other. He always told that human is the highest creator, a piece from God. خداوند، تکه‌ای از خداوند. A piece from God. A piece of God. برای من این همه تغییر توی علا قابل باور نبود. علایی که من میشناختم یه چپ تمام عیار بود. همه یه کتابای مارکس رو از بر ورق به ورق میدونست. تو بحثا و مناظرها هیچ کس حریفش نمیشد. پس چه اتفاقی براش افتاده بود؟ شنیده بودم آدمایی که آفتاب عمرشون لب بومه یه دفعه عابد و زاهد میشن، ولی از علا انتظارش رو نداشتم. مذهبی؟ اونم دو آتیشه؟ از همکارش تو سوربون آدرس مسجد مولینه رو گرفتم که ظاهراً این اواخر خیلی به اونجا رفت و آمد داشت. یه جایی وسط جنگل نزدیک مرز بلژیک. شنیدم هفته ها اونجا زندگی و عبادت میکرد. مسجدی که قبلاً دیر بوده. یه عده تازه مسلمون فرانسوی تعمیرش کرده بودن و اونجا راز و نیاز میکرد.
يثبتون غير قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على من كجا فهم لا يؤمنون إن إنجا كجاست ناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمهون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن صدا فأغلالهم God's house. فهم لا يبصرون God's house. All mosques are God's house. Where is this stuff? You could find him upstairs. There is his only hermitage for days and nights. He can rest with his God. He called out on this piece of fabric and this torbat and spoke with his God. Allah, namaz. That is the Quran with which Allah repeated God's speech always. There, near the tree, he was crying days and nights and requested remission for his sins. Tell me that all you said were lies. Tell me that he's not dead. Say it. He is alive. He is alive? Where can I find him? Heaven. You could find him in heaven. Death, it's not the end of life. It is the onset of life. فکر میکردم اشتباهی شده. من تو حرفا و گفته های اونا هیچ نشونه ای از الان نمیدیدم. موقع برگشت وسایل شخصیشو که تو مسجد جا گذاشته بود و بهم دادن. یه دست لباس احرام و یه بلیت پرواز مکه بود که بیشتر از همه باعث حیرتم شد. بقیه وسایل علا رو از کتاب و عکس و یه قرآن کوچیک و دیوان حافظ و یه مش خرت و پرت دیگه با خودم به هتل بردم. اونجا بود که بالاخره یه نشونه آشنا دیدم. نه از رفاقت، که از خیانت. یه نشونه از نامردی. پروانه و علا در کنارم. Thank you.
What happened? Prayer. Morning prayer. سلام. اومدم اتاق نبود. این قرآن هدیه شماست. مسیحی که بودم چندین بار انجیل رو خوندم و بعد تورات رو و در آخر قرآن رو. همه این کتابا در راه کمال انسان هست. همه پاسخهایی برای پرسشهای ما. بفرم. پیداش کردیم؟ چیو؟ جواب سوالاتونو. It's time to be more wise. It's time to see the rain falling from the skies. It's time for me to kiss the earth again. It's time to let the life running through the roots again. من میخوام برگردم. دیگه نمیتونم بمونم. کجا میخوای برگردی؟ اونش دیگه به خودم مربوطه. تو همه دنیا رو تو همه جا میتونی پیدا کن. الا یه جا. مخصوص همونجاست و اون یه جا اینجاست، خونه خدا، مکه که همه آرزوشو دارن. بگو یه بلیط برگشت برام رزرو کنن. چه جوابی میخوای بهش بدی؟ جواب؟ مگه اون جواب منو داد؟ میفهمی که نیابتش رو به درستی انجام ندادی. منظورت کیه؟ همونی که به واسطه‌اش سعادت به اینجا اومدن رو پیدا کردی. مرده. من دیگه هیچ وقت نمیتونم اونو ببینم. تو اون دنیا چی؟ تو واقعا فکر میکنی دنیای دیگه هم وجود داره؟ تو قرآنیه که بهت دادم خوندی؟ خوندم. نخوندی؟ چون اگه خونده بودی الان این سوال از من نمیپرسیدی. تو میتونستی راههای زیادی رو به سوی خودت باز کنی، فارغ از همه چی. حتی خودت تا به معنی من، به وسعت اون، به بود و نبود، به هستی و نیستی راه پیدا کن. آقا بهرو،
امروز بعد نماز صبح تو بیت الله الحرام یه کسی رو دیدم که فریاد میزد چرا من به دور کعبه نمیچرخم؟ چرا کعبه به دور من میچرخه؟ عشق تو چشام جمع شد حسرت به دل نگاش کردم باورم شد که اون آدم با پاهاش نیومده بود با دلش اومده I do it certainly. What happened? What? Bearers, talk to me. Come on, I'm worried about you. What's going on over there? Bed zang. I'll call you later. Bearers, please don't hang up. I'm talking to you. Bonjour, Annie. Bonjour, monsieur. Why was he paralyzed? Paralyzed? Who? Allah. Allah? Allah was not paralyzed. Here is Sorbonne University Yard. It's western entrance door. Look where he's sitting. Do you see it? Yes. But maybe for a moment, pleasure. Or maybe this woman is its owner. They change their places. It's a custom in France. Usually, lovers do many such works to express their feelings and covering their partner's deficiency. I shaved my hair years ago only for Joseph's sake because he was treating like chemotherapy. Joseph? He loved me very much, but he was died very soon. Oh, I'm so sorry. Do you know this woman? No. Look at it carefully. I'm guessing she's here. No, I don't know her. Are you sure? Yes. Oh, this photo was taken in 1998. Do you know where Allah used to live? You're his best and close friend. Do you ask me? I had no news about him for a long time. It's better to say I was not in this world. You talk like Allah somehow. He neither smokes cigarettes nor drink alcohol. Are you certainly okay? No. No. Right. Allah was living here before. Some neighbors have known Allah. What about Parvane? Parvane? They hesitated. She's the woman they knew. But a woman has been commuting to his house, one leg of whom was hobbled hardly. I think she's the woman, Parvane. Parvane? No. No. When did you see her the last time? Over 30 years ago. Over 30 years ago? Yes. Oh, 30 years ago! It's a very long time! Many events may be happened within 30 years.
What are you saying? Hobbling, wheelchair. Is that a reasonable matter? The girl in the picture was my love 30 years ago. Allah told me she was dead, but she was alive. He lied to me for 12 years. He could have called me and told me the truth. You're right. Human beings, when reaching old age, judge very soon. I've experienced it in the restroom. His last book was about us, the story of resistance and treason. I'm gradually suspecting to you and Allah's friendship. Why? Because he could deceive all of you? There isn't any reason for Allah to do so. Why must he have done it? The Allah you know wasn't the real one. There was a mask on his face. The real Allah was a lying traitor. He was died and cannot defend him. He couldn't if he was alive. I don't understand you. I don't accuse him, even though he betrayed me. I don't know. Help me to understand. One who talk about his dead friend in such manner, I could say only one thing to you. I don't give you a damn. نرگس؟ گل مورد علاقه پروانه؟ یعنی پروانه هنوز تو پاریسه؟ اگه پروانه هنوز دوستش داره پس لابد خیانتشو بخشیده. شاید هم حق داره. تو زمونه ما فرقی بین خائن و قهرمان نیست. خوشا به حال خائنان، زیرا که رستگار خواهند شد. یه عده میگن اگه یهودا نبود هیچ وقت مسیح بالای صلیب نمیرفت تا اسطوره بشه. این همه معماری و نقاشی و هنر مدیون خیانت یهوداست. مثل زندگی که با حضور مرگ معنا پیدا میکنه. من اینو درک نمی کنم. باید یه فرقی بین آدم ها باشه. چرا گذشته برای پروانه اهمیتشو از دست داده؟ مگه میشه گذشته آدم ها رو بخشید؟ مگه میشه؟ دارم باور می کنم که دیگه پروانه رو نمی شناسم. شاید بهتر صداش کنم جولیت. آره، جولیت علا. جولیت
Bonjour, monsieur Beyrouz. What am I doing here? The policeman has found you on the street, unconsciously. The Miera address was found with Zala's address. I don't know why I deprived you them to take you with them. That guy hit me from behind. Who? Nothing. I thought it was Parvan. Forget that. Are you searching for this? Thanks for everything. Where are you going? Are you sure you're okay? Parvan is here, in this city. I'm dead sure now. That flower. Ru Qabra on Allah's grave. She loved me. Me. Allah must have lied to her about me too. They shouldn't have lied to me. Help me find her. I'm begging you. I help you. What happened? All immigrants, political refugees, they are all registered in secret files. Then there is some hope, isn't there? I don't think so. Why? Because no tax, no treatment, even an employment salary is registered on the name of this parvenet. Do you know what does it mean? It means we have to look harder to find her. Do you know who you remind me of? I'm only sure about Napoleon. That old stubborn man, I was nursing him and he didn't take his drug despite my efforts. I'm unemployed now. Did he fire you? No. He... نه من نیستم. من خودم رو ندیدم. اون یکی دیگه بود. I'm becoming mad. You must tell me anything. Do you hear me? Some years ago, Allah, Parvane and I were in a resistance group. Parvane was my love and Allah my mentor. A real hero with great ideas. Victory of proletariat, classless society, justice. One day Parvane and I were supposed to go on an assignment. I got food poisoned. They sent Allah instead of me. But the secret meeting was exposed. They both got arrested. Allah couldn't tolerate the torture, and he betrayed everyone. When they broadcast his confessions from TV, he crashed in our minds. He was expelled from the party. He was hated and expelled. The head of the party told me that Parvane was crashing too. They asked me to forget about her. It was an organizational command. I couldn't say no. I left the country without telling her and got out from the Turkey border. What about Parvane? I never knew. The first couple of years I knew she was in prison. After the revolution I lost her. Some said she got out and married a merchant. I didn't believe it. Some said she went back to university to study. I didn't believe it. Allah told me she was executed. I believed him. It's not believable. You saw the picture yourself. A pretty romantic photo. God knows how many years they have been in touch with each other. You had no news about Allah during all this period. The last time that I saw him was 15 years ago. After that, I was in prison for many years.
in Sudan. What crime? Being a war reporter. They abstained giving me information about an Iranian woman. They asked me something I didn't have any information about. You must go yourself. I'm not Iranian any longer. Yes, but one seal mustn't take nationality of a person. If I go there, they require some information about myself, rather than giving me some about Parvaneh. Only have one name, Parvaneh. How can you find her in this city? I will find her. Think you found her? What do you want to tell her? Only to ask her one question. Why? Do you think of him yet? Ala was my best friend. I meant Parvaneh. Have you ever fallen in love? Me? Yes, very much. Ashiq nabudi. You have never been in love. A person can fall in love only once in his life. Yes, but in my opinion, love is like those ice creams. You must enjoy it. Otherwise, it melts and lose. Oh my God. Hey, where are you going? به فصل بعدی رمان که رسیدم، اطلاعات زیادی در مورد پروانه به دست آوردم. دلیل نشستنش روی ویلچر تصادف بود. یه تصادف سخت که با خوششانسی تونسته بود ازش جون سالم به در ببره. به بهانه معالجه پای معلولش اومده بود پاریس. تقریبا 12 سال پیش. داستان بازگشت پروانه به پاریس. و همونطور که انتظارشو داشتم، رفته بود سراغ علا. اون هر کاری که از دستش برمی اومد برای پروانه انجام داده بود. براش خونه گرفته بود. یه کارم توی سالن تئاتر نزدیک مولن روش براش پیدا کرده بود. البته نه برای هنر پیشگی، به عنوان پیش خدمت. اما بعدش علاوه یه دلیل نامعلوم پروانه رو از خودش رونده بود. She's gone. Where? Where did she go? I don't know. We just have this phone number and this bank account number. Thank you. You're welcome.
الو پروانه، الو، من دنبال پروانه میگردم، پروانه سولتمنش. بله من حتما باید ببینمش. نیست؟ شما میتونین یه خبر ازش به هم بدین؟ ببخشید من میتونم شما رو یه جا ببینم؟ حسی به هم میگفت که پروانه رو دوباره میبینم. فکر میکردم دوست پروانه حتما یه نشونهی، آدرسی، تلفنی، یه چیزی ازش به هم میده. از اضطراب بود یا ذوق و شوق که دیگه نتونستم تو هتل دوام بیارم. رفتم بیرون و یه سری به محل قرارمون زدم. قفلهای عشق، عشاق بیچاره. دیدن اینا منو یاد رویاهای خودم انداخت. حسرت ها، آرزوها. هیچ کلیدی نمیتونه این قفل عشاق رو باز کنه به جز یک کلید، کلید بی وفایی. اون شب تا خود صبح تو خیابونای پاریس قدم زدم. ساعتها و ساعتها تو تنهایی خودم به گذشته ها فکر کردم. سلام. سلام. پروانه مادت خواست که از اینجا رفته. کجا؟ کجا رفته؟ جایی که همه ما پرنده های قریب مهاجر آرزو شده داره. دلش برای ایران تنگ شده بود. برای کوچه باز، کوچه خوش. میتونین بفهمین؟ آره، خوب میفهمم. منم مثل یکی از شماها، یه پرنده غریب مهاجرم. کاش مدام میتونستم برگردم. خیلی دوست دارم بدونم این قوم و قدینی تو کیف الان چه شکل شده. کیف؟ بله، تو کیف به دنیا آمدم، اما از 12 سالگی تو پاریسم. اون درباره من چیزی به شما نگفته؟ نه، نمیدونم، یادم نیست. اخی پروانه به ندرت حرف میزد، جزنی بدبخت که سرگت نظافت چی بود. بعدن به هیچ کاره دیگه نداد. تمام درکشش عشقش بود که فرش می نداشت. عشق؟ آگه اون دیوانه وار عشق بود. اون مرد را می پرستید. کدوم مرد؟ من هیچ وقت ندیدمش.
فقط میدونم جنه به سندیجه معروف بود. حالا؟ بله اسمش این بود. شما میشناسیدش؟ هیچ زنی رو ندیده بودم که این هر دشقه یه مرد باشه. از همه چیزش گذشته بود و به اینجا مدق بود که به اون بخیسی. اما آخرش چی؟ حالا همه چیز به اون داد. همه چیز به جز عشق. دلم نمیخواست حرفای لارا رو باور کنم، ولی اون سالها با پروانه زندگی کرده بود، ازش فارسی یاد گرفته بود، مثل دختر نداشتش که اگه پروانه ازدواج میکرد الان سن و سال اونو داشت. دلم نمیخواست باور کنم، ولی میدونستم حقیقت داره. پروانه عاشق علا بود و زندگی و جوانی هر سه ما به خاطر همین نابود شد، خراب شد. پروانه، پروانه، محمد علی، این روزایی که با تو منا و عرفات بودم حالم دگرگون شد. عجیبه، ولی منو یاد جوونیای رفیق قدیمیم علا میندازی. آروم و خون سرد، بعضی وقتا هم لج درار. هنوز خالص نشدم. به ظاهر اینجا، ولی فکر و ذهنم تو پاریس. نتونستم بیشتر از این تو هتل بمونم. نیاز به یه خلوت دارم. میخوام که تنها باشم. میخوام از پیله خودم بیام بیرون. برام دعا کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعى.
فصل ششم رمان علا رو که خوندم دنیا جلوی چشم تیر و تار شد. چرا من حالا؟ چرا؟ چرا؟ علا میدونست چه کسی قرارشونو به مامورای امنیتی لو داده ولی به من نگفته. پروانه هم میدونست. پروانه علا اگه گفت پروانه اعدام شده یه منظور دیگه داشت. اگه اعتراف تلویزیونی رو قبول کرده بود فقط به خاطر این بود که پروانه نشکنه. علا اگه بعد سالها پروانه رو از خودش رونده بود میخواست به من ثابت کنه که هیچ خیانتی در کار نبود. اون هیچ وقت کاری نکرده بود که از انجامش پشیمون بشه. اون علای همیشگی بود، علایی که ننگ بدنامی و رنج آوارگی رو به جون خریده بود ولی رفیقشو نفروخته بود. یهودا من بودم و درد و عذاب صلیب و اونا کشیدم. من بودم که پروانه و علا رو لو دادم به یه دلیل خیلی ساده، حسادت. همون دلیلی که باعث شد قابیلم برادرشو بکشه. احساس می کردم که پروانه و علا عاشق هم دیگه. لوشون دادم تا انتقام گرفته باشم. راز دوری و فاصله گرفتن من و علا همین بود. من نمیتونستم مردی رو ببینم که خودم باعث سقوطش شده بودم. این بار گناهی بود که سالها با خودم حملش کرده بودم و باید از دستش راحت میشدم. داشتم و شروع کردم به نوشتن آخرین فصل کتاب، فصل هفتم. فقط من میتونستم این فصل رو بنویسم ولی نتونستم. علای جدید رو نمیشناختم. تصمیم گرفتم که بشناسمش. Dear Annie, I came to say goodbye, but you are not here. I'm going to the airport, and there is no chance to meet again. If you come to America someday, look me up. I would be happy to do anything for you. Call me. Hello, Sandra. Hello, Behrouz. What time is your flight? I'm not coming to Chicago, Sandra. I'm going to Mecca. Where? Mecca. Saudi Arabia. I don't get it. Weren't you supposed to be back today? Yes, but I changed my mind. What do you mean? I want to write the seventh chapter of Allah's book. It's only me who can do it. I have to finish it. Well, okay. Because I have to get to know him all over again. How can I put it in words for you? Years ago he went on a meeting instead of me. Today, it's my turn. What about the article? What I want to write is not about Eastern writers. I don't know why most of our intellectuals leave their country. Maybe the problem is our land, which doesn't love its sons. My writing is about one person.
Allah. And it is not an article. It's the last chapter of his book. Okay, fine. I just don't know what to say to Ted. You know, he's really mad that you have been gone all this time. And all this chaos. There's, if you don't come back today, he might fire you. I don't care. You don't want to come back? I don't know. I might go to Iran, or I might come back. Let's see what happens. Barrows, please take care of yourself. And please keep in touch with me, okay? Thank you, dear. Miqat, the moment of purifying, the moment of incest. Here is the place when you accept your God's invitation. Here is the gate to enter God's ceremony. Heavens forbid if you're here in body and not in soul, for there were so many comers who didn't get here. سرزمین وحی، سرزمین اصلاح، سرزمین قرآن، آخرین کتاب. اینجا همه هستند ساندرا، از هر نژاد، از هر زبان، از هر رنگ. اینجا همه عبادت می کنند، میچرخند و گم میشوند. اینجا سخنی از دروغ نیست، اما حقیقت نیز ناپیداست. اینجا سرزمین وحی، سرزمین رویاها و امید است. سرزمین آمرزش، سرزمین گناهکارانی که برای طلب بخشش خیشتن را امیدواران به موج می سپارند و دریا ناپیداست. اینجا سرزمین نیایش است و دعا. همه نماز می‌خوانند، قرآن می‌خوانند. اینجا عشق ممنوع است و عبادت آزاد آزاد. که چیه؟ هم اتاقیم کجاست؟ مثل همیشه رفته با اینا بچرخه. نه، اومدم ازت بپرسم هنوزم میخوای برگردی؟ نمیدونم. میخوای بگم بلیتی برگشت تو از جده رزرو کنم؟ نمیدونم. تو فکر میکنی که علا از دست من ناراحت میشه؟ علا؟ علا بهروان؟ تو هم میشناختیش؟ نه، اما یه چند دقیقه پیش خانمی اومده بود دنبال همین اسم گشت.
یه خانم؟ کی بود؟ نفهمیدم، اما میگفت قرار بوده امسال به طور فرانسه بیاد. با رسپشن هتل حرف میزد، اون هم از من پرسید. صورت منش؟ بله. تهران، کاروان 17-27، هتل دارالهادیان. متشکرم. Yes, عرفات. معنی عرفات چیه؟ جبریل حضرت ابراهیم رو در روز عرفه بیرون آورد و چون سرخ شد بهش گفت ابراهیم به گناهات اعتراف کن و عبادتات رو بشناس. به خاطر همین عرفات نامیده شد، چون جبریل گفت اعتراف کن و اونم اعتراف کرد. به چی اعتراف کرد؟ ما فردا صبح عازم عرفات هستیم، اونجا خودتون متوجه میشه. وقتی به گذشته فکر میکنم زندگی ویرون سه نفر رو میبینم، ولی علا فرصتی رو برام فراهم کرد تا خودم رو از نو بسازم. این راه برای من و پروانه نشونه گذاری شده بود. اون رمان نیمه تموم، اون عکس، لباس احرام، همه برای این بود که منو به اینجا برسونه، نه به پروانه، نه به اینجا که ایستادم، به خودم. دایره این سفر در اینجا بسته می شد با رسیدن من به خودم. مقصد این سفر من بودم، منی که در اینجا به ما می بینم، به سرچشمه. لبیک اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لک و المول، لبیک لا شریک لک، لبیک 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 اللهم لبیک ان الحمد و النعمت لک و المول، لبیک لا شریک لک، لبیک لبیک. آماده بریم عرفات؟ بله. پس بسم الله بریم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، لبیک لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شريك لك، لبيك به عرفات رفتم، جبل الرحمه، محل هبوط آدم و حوا پس از گناه نخست. حوا را ندیدم، نخواستم که ببینم. عشقی را که سالها در جستجویش بودم رها کردم. حقیقت این است که عشق بزرگ وقتی در دلت جای می گیرد
که عشقهای کوچک نردبان آن شود، تا نای نالیدن داری و توان رفتن، تولدی در کار نیست. آنجا که تو تمام می شوی راه آغاز می شود. صدایی از دور مرا میخواند. دوباره نگاه کن. دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران. دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند. اتفاقی در دلم افتاده است. Tomorrow you may forced to wake up and all your nightmares can finally come to stop. They will be thousand and thousand of men in harmony. They will pray love and die again.